سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بندگان خدا را از جهل رهایی دهد. سلام و عرض ادب و احترام خدمت بیننده های محترم هشتگ سوژه. انشاءالله که هر کجای این کره خاکی که هستید و الان صدا و تصویر ما رو از شبکه امام حسین علیه السلام از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دریافت میکنید، انشاءالله در کمال صحت و سلامتی باشید، خودتون، عزیزانتون و خانوادتون. در آستانه 1186مین سال روز میلاد منجی بشریت، حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. برنامه امشب ما بیننده های محترم یه جورایی مخاطبش فقط شیعیان حیدر کرار هستند. در بسیاری از بیننده ها مخاطبین مسیحی، بیننده های مسیحی، بیننده های اهل تسنن هم تماس میگیرند و مشارکت میکنند در برنامه. برنامه امشب چون مربوط به آیات و روایات مهدوی هست، امام زمان از نگاه آیات قرآن و ویژگی های امام زمان از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، یه جورایی فقط مخاطبش کسانی هستند که به قرآن اعتقاد دارند، به روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باور دارند. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که پیامبر ندیده پیامبر رو قبول دارند و بهش اعتقاد دارند، کسانی که معجزات رو ندیده ایمان دارند، کسانی که امام زمانشون رو ندیدند ولی به وجودش باور دارند و حضور او رو در زندگی و جامعه خودشون لمس میکنند. البته که مسیحیان و بیننده های اهل تسنن هم اگر اهل تحقیق هستند، مطالب برنامه امشب میتونه براشون مفید باشه. بیننده های محترم، ما به قرآنی اعتقاد داریم و باور داریم که خودش رو اینگونه معرفی میکنه: نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. خدای متعال به پیامبر آخر الزمان، به پیامبر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم، تبیانا لکل شیء، همه چیز در این کتاب وجود دارد، کتابی برای هدایت همه انسان‌ها در همه زمان‌ها. خوب دقت کنید، کتابی با چنین اوصاف، برخی سوال برشون پیش میاد: پس اگر این کتاب برای هدایت همه انسان‌ها در همه زمان هاست، چرا ما برخی از آیاتش رو متوجه نمیشیم یا اکثر آیاتش رو متوجه نمیشیم؟ خیلی ساده است، چون قرآن ظاهری دارد و باطنی. حالا خیلی خودمونی بخوام عرض کنم خدمتتون، مثال زیاد داره. به عنوان نمونه، شما به پزشک مراجعه میکنید، پزشک نسخه ای برای شما مینویسد برای معالجه شما، پزشک نسخه رو برای شما نوشته،
ولی شما چیزی از اون نسخه ممکنه که متوجه نشید، باید سراغ اهلش برید. پزشک داروسازی که در داروخانه هست متوجه میشه که جناب دکتر برای شما چه تجویز کرده. قرآن کریم هم میفرماید کسانی که میخوان از هدایت این قرآن فیض ببرند و هدایت این کتاب الهی شاملشون بشه، باید برن سراغ راسخون فی العلم. فسألوا اهل ذکر، باید برن سراغ اهل ذکر، که روایات فراوانی در ذیل این آیات وجود دارد که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میفرمایند ما اهل ذکر هستیم، ما راسخون فی العلم هستیم. و اتفاقا اهل تسنن نیز در تفاسیر این آیات اعتراف می کنند که اهل ذکر پیامبر خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند، که راسخون فی العلم پیامبر خدا و اهل بیت عصمت و طهارت هستند. حالا چرا اهل تسنن به معترفات خودشون در کتابهای مادر و منبع خودشون عمل نمی کنند؟ بحثش جداست، الان سخن ما اونجا نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید ما فی القرآن الا ولها ظهر و بطن، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر اینکه ظاهری دارد و باطنی دارد. و پنجمین پیشوای مسلمانان جهان، پنجمین تأویل کننده قرآن، حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند ظهره تنزیله و بطنه تأویله، دلالت ظاهری دارد آیات قرآن و دلالت باطنی و درونی. برای اینکه سخن رو خلاصه کنم بریم و تماس‌های شما بیننده‌های محترم رو بس کنیم، برای اینکه انسان‌ها در همه زمان‌ها از هدایت جهان شمول قرآن بهره‌مند شوند، در کنار آیات قرآن باید تأویل و تفسیر آیات رو نیز ببینند. چرا که قرآن کریم بدون روایات اهل بیت، بدون تأویل محمد و آل محمد، چیزی برای هدایت نخواهد داشت. این فرمایش خود خدای متعال هست و ما سراغ اهل بیتی می رویم که خود پیامبر خدا اونها رو معرفی کرده، پیامبری که آیه سوم و چهارم سوره مبارکه نجم می فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کلام پیامبر که کلهم نور واحد، که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مانند پیامبر هستند، کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همان وحی الهی است، همان کلام خدای متعال است. و قرآن در کنار تأویل آیات توسط اهل بیت عصمت و طهارت برای ما کاربرد دارد. یکی از مهمترین مسائلی که انسان‌ها نیاز دارند که برای دریافتن معارفش به قرآن و روایات مراجعه کنند، راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، که یکی از بحث‌های بسیار جذاب و شیرین آیات قرآن آیات مهدوی هست. امشب در 531مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه در شامگاه دوشنبه 18 فروردین 1399 با ما همراه باشید، در این زمینه آیات مهدوی و روایات مهدوی بیشتر با شما صحبت میکنم.
بله بیننده های محترم، در خدمت شما هستیم. اولین تماس امشب رو میگیریم، از تهران آقای یاشار با ما هستن. سلام میکنم به شما. سلام آقا، منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض دارم. هزار جانم، من راجع روایت قرآنی حضرت مهدی، من یه آیه اشاره میکنم که بفرمایید. قرآن تو یکی از سوره هاست، کدوم آیه است؟ فقط هستش که مثلا خداوند وعده میده که زمین بالاخره نصیب صلحا خواهد شد، صالحین خواهد شد. بله. بعد راجع به روایت مهدی هم تو از تو فکر شیعه و حتی اهل سنت بسیار هستش. شما به آیه پنجم سوره مبارکه قصص اشاره کردید، و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بله آقا، همون آیه است، دستتون درد نکنه. الان من راجع به منجی، من به همین مطلب اشاره کنم آقا. الان شما حساب کنید یه ویروس که در اثر بی‌تقوایی کشور چین، چون در اثر خوردن حیوان حرامگوش این ویروس کشنده به وجود اومده، شما حساب کنید حاج آقا دنیا را تعطیل کرده، دنیا را به هم ریخته. البته این یک نظریه هست که هنوز 100% ثابت نشده که منبعش انسانی هست یا دستساز هست یا از حیوان هست. ادامه بدید. همینه، وقتی شما حاج آقا مثال معروف فارسی هستش، میگه کسی که به سلطان خراج نده دورا جان به گول بیابان باج میده. ملت مردم دنیا متاسفانه، نه همشون بیشترشون انشالله که این بلا کل از حضرت مهدی ظهور کنه، ما از این بلا تاریکی دنیا نجات پیدا کنیم. الهی آمین. متاسفانه اکثر مردم دنیا چون به دین و دیانت پشت کردن و برعکسش حرکت کردن، خب نتیجه این بلایه هست که ما میبینیم هستش. مثال جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ هایی که بوده و این بلایای طبیعی که بوده. خب وقتی آج آقا شما حساب کن، وقتی انسان ها پدر معنوی خودشونو ترد میکنن، گول های بیابون، فرعون ها بر اونها حاکم میشن. حتی امکان داره تو قالب خیلی هم آدم خوبی هم باشم تو ظاهر، ولی در از همون فرعون ها هستن. تشکر میکنم از آقای یاشار که از تهران تماس گرفتن و نظرشون رو راجع به سوژه امشب بیان کردن و اشاره کردن به آیه پنجم سوره مبارکه قصص که یکی از ده‌ها آیه هایی است که راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تأویل میشه. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم و بحقهم. شما که این روزها بیشتر از قبل به دعا و زیارت روی آورده اید، شما که ان شاء الله هر روز زیارت جامعه میخوانید، در زیارت جامعه از خدای متعال میخواهیم خدایا به آن حقی که برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر خود واجب کرده ای، مرا در زمره و گروه عارفین به حق اهل بیت قرار بده. ما منتظر امام زمانی هستیم که باید او را بشناسیم، باید معرفت به او پیدا کنیم. یکی از مهمترین راه‌های کسب معرفت آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هست. بریم نظر آقای محمد علی از تبریز رو با هم بشنویم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با برکت آقا صاحب الزمان مولای جهان بشریت را به عاشقان دلداده آن بزرگوار تبریک و تهنیت عرض نموده و با استناد به آیه مبارک تمکن و استخلاف مستضعفین در روی زمین که همان اشاره به ظهور آقا صاحب الزمان می باشد و مظلومان عالم از زیر جور و ستم ظالمان رهایی می یابند، بشارت بزرگی به شیعیان می باشد و امیدوارم این نیمه شعبان آخرین جشن تولد غیابی آن بزرگوار باشد. یکی از بارزترین ویژگی آقا امام زمان از زبان معصومین برچیدن بساط ظلم و عدالت گستری ایشان است و نوید بخش حکومت سایر ائمه اطهار بعد از خودشان،
بالاخص حکومت طولانی مدت سید و سرور جوانان بهشت آقا امام حسین می باشد. اما کوردلانی که با وجود کلام قطعی خداوند در مورد ظهور حتمی آقا بقیت الله را با خواب و مکاشفه به مردم معرفی می کنند، می خواهند از عظمت و اهمیت ظهور بکاهند، اما غافل از آنند که با آل علی هرچه در افتاد ور افتاد. با تشکر از عوامل برنامه هشتگ سوژه، خداحافظ. من هم تشکر میکنم از آقای محمد علی که از تبریز نظرشون رو به صورت وایس ارسال کردند. از خرمشهر آقای علی با ما هستند. سلام میکنم به شما. سلام آقای شیخ، خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید. عاقبتتون بخیر باشه. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علی المهدی و عد الله به الامم. احسنتم. این ایام پسر میگذاریم انشاءالله. ایام پرخیر و برکتی تولد منجی عالم بشریت، بله، حضرت بقیت الله. انشاءالله که به برکت این آقای مهربان و کسی که نفس رسول الله است و کسی که خداوند عالم به برکت این وجود نازنین همه عالم رو پر از خیر و برکت خواهد کرد انشاءالله. آقای علی، به کدامی که از سوالهای امشب مایلید پاسخ بدید؟ هرچی شما دستور بدید آقا. بزرگوارید، سه سوال داریم راجع به آیات مهدوی، راجع به روایات مهدوی، و سوال سوم ما این هست که با وجود این همه آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، چرا برخی اصرار دارند امام زمان را از طریق خوابها، مکاشفه ها و دیدارهای ساختگی به مردم معرفی کنند؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از معضلات که متاسفانه گریبانگیر هست و متاسفانه رعایت نمیشه همین خواب گذاری ها و این دسته اتفاقاتی هست که میفته. امام رضا میگه آقا برای ما از محاسن کلام ما بگید. ما خیلی کم داریم روایت در شأن امام زمان. فواید ظهور یکی از چیزهایی که از ما خواستن معرفت و محبت آل محمده. خب این گروه به نظر شما چه اهدافی رو دنبال میکنند که با خوابهای ساختگی، مکاشفه ها و ملاقاتهای ساختگی امام زمان رو معرفی میکنند به مردم؟ هدفشون چی هست؟ هدفشون که خودشون هم نمیدونن، یا جاهل هستن، یا آمدن مردم رو از اون حقیقتی که خداوند عالم آشکار کرده رو میخوان دور کنن. ما همه چی نیست که در قرآن و روایات نباشه، همه چی هست. نیاز از ما نخواسته شده به سراغ خواب و مکاشفه بریم. پیامبر میگه من مات، نمیگه کسی که در خواب ببینی، میگه من مات. ولم یعرف امام زمانی، نه اینکه قرآن میگه آقا انسان ها با امام زمانشون مشهور میشن. از ما اینو خواستن. اون کسی که مکاشفه ای داره، نمیدونم خوابی داره، این مسائل شخصیه. مسائل شخصی ما حق نداریم که در معارف شما میخواد عقیده ای رو سنگ بناش رو بذارید بر خواب میذارید. اصلا ما خواب جایگاهی نداره. آنچه که هست روایات و قرآنه. احسنتم. تشکر میکنم از آقای علی که از خرمشهر تماس گرفتن و نظرشون رو دیدید و شنیدید. مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند: دنیا پس از چموشی و سرکشی بسان شتری که از دادن شیر به دوشنده اش خودداری می‌کند و آن را برای بچه اش نگهداری می‌کند به ما روی خواهد آورد. سپس آیه پنجم سوره مبارکه قصص را تلاوت فرمودند: و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اتفاقا ابن ابی الحدید معتزلی در ذیل این فرمایش امیرالمؤمنین در شرح نهج البلاغه خودش
میگوید بزرگان دینی و همفکران ما بر این واقعیت تصریح میکنند که این بیان علی ابن ابی طالب نوید از آمدن امام و پیشوای بزرگی است که فرمان روای زمین و زمان میگردد و همه کشورها در قلمرو قدرت او قرار میگیرند. کسانی که اهل تحقیق هستند میتوانند به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 19 صفحه 29 مراجعه کنند. سلام میکنم به آقای امید از تهران. سلام، وقتتون بخیر باشه. متشکرم، وقت شما هم بخیر باشه. آقای امید بفرمایید به کدام یکی از سوالهای امشب پاسخ میدید؟ به این سوالتون که کدوم آیه ای چه آیه ای اشاره میکنه به حضور حضرت. بله، آیات مهدوی بفرمایید. بله، سوره فتح آیه 28 که البته من معنیش رو فقط میخونم. بله. که گفته میشه که اوست کسی که پیامبر خود را به قصد هدایت با آیین درست روانه ساخت تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواه بودن خداوند کفایت میکنه. محتوای این آیه به حضرت مهدی میتونه دلالت داشته باشه، چون هنوز دین حق اسلام رو که داریم میبینیم به کل جهان کامل پخش نشده. بله. در صورت ظهور ایشونه که این کار صورت میگیره. و همچنین اعجاز عددی قرآن هم میشه بهش یه چیزایی رو اشاره کرد. کلمه صاحب در قرآن 12 بار اومده که میتونه اشاره باشه به 12 امام معصوم شیعیان یا شاید خود حضرت صاحب الزمان که امام 12 هستن. کلمه قیام نیز در قرآن 12 بار یاد شده که به قیام امام زمان حضرت حجت اشاره میتونه داشته باشه، که چرا که طبق روایات حضرت مهدی قائم آل محمد است. کلمه قائم هم اینم بگم که در آیه 12 سوره یونس اشاره میشه. بله، احسنتم، تشکر میکنم از تماستون. آقای امید از تهران نظرشون رو دیدید و شنیدید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشسته بودند که فرزند بزرگوارشون حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام وارد شد. امیرالمؤمنین رو کردند به حسین خودشون که در دوران کودکی بودند و اشاره کردند به حضاری که نشسته بودند، فرمودند این پسر سید و آقاست، سرور است، همان گونه که جدش محمد او را سید و آقا و سرور نامیده است. خدای متعال از فرزندان این حسین من مردی هم نام پیامبر ما به دنیا خواهد آورد که خوی و سیرت او مانند خوی و صورت سیرت محمد است. به هنگامی که مردم از همه جا غافل و حق از میان برود و ظلم سراسر گیتی را فرا گرفته باشد ظهور می کند. او زمین را پر از عدل می کند همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. بریم نظر سرکار خانم شایسته رو با هم بشنویم. السلام علی الحسین، السلام علی ابوالفضل عباس. سلام میکنم خدمت استاد بهنام و همه بینندگان هشتگ سوژه و اعیاد شعبانیه رو خدمت همگی تبریک عرض میکنم. خب میخوام راجع به موضوعی که مطرح کرده بودین، اینکه از ویژگی‌های امام زمان در کلام معصومین علیه السلام چه اطلاعاتی دارین صحبت کنم. اینکه خب روایات بسیاری گفته شده از شناخت امام زمان، اینکه شناخت امام زمان و اعتقاد به او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امام پیشوا، راهنما، راهبر انسان هاست. یکی از روایات مشهور شیعه و سنی که از زبان پیامبر صلی الله بوده اینکه هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. و همچنین امام صادق گفتن که این جاهلیت را جاهلیت کفر و نفاق و ضلال معرفی میکند. همچنین امام رضا علیه السلام هم درباره آن حضرت میفرمایند پدر و مادرم فدای او باد، او هم نام جدم رسول الله و شبیه من و شبیه موسی بن عمران است و بر او پیراهن‌های نور است که از شعاع نور عالم قدس فروغ می‌گیرد. و حضرت علی علیه السلام هم می‌فرمایند کسی که چشم انتظار حاکمیت ما باشد مانند مجاهدی است که در راه خدا به خونش غلطیده باشد.
همچنین درباره آن حضرت آمده او وارث نهایی فضایل و کمالات انبیا و اولیای الهی است، در خرد و دانش از همه پیشتر و در طاعت و عبادت و بندگی از همه پیشروتر و در کرم و بخشش از همه پیشگامتر و در شجاعت و شهامت و رشادت از همه پیشتازتر است. او از همه حلیمتر، عابدتر، پرهیزکارتر، سخیتر، عاملتر به کتاب خدا و عالمتر به اوامر الهی است. او محدث یعنی گفتگو کننده با ملائکه و مستجاب و دعوه است. سلاح و شمشیر پیامبر و مصحف فاطمه سلام الله جامعه و میراث پیامبران نزد اوست. به امید روزی که آقا امام زمانمون ظهور کنند، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. اللهم عجل ولیک الفرج. تشکر میکنم از سرکار خانم شایسته که نظرشون رو به صورت وایس از کرج ارسال کردند. بیننده های مسیحی، بیننده های اهل تسنن هشتک سوژه، میبینید که زن و مرد شیعه، کوچک و بزرگ شیعه، با دلیل و با منطق از آیات الهی و از کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که همان کلام خداوند است، اعتقادشون به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بیان می کنند. درسته که 1186 سال پیش مهدی به دنیا آمد، درسته که خدای متعال اراده فرمود آن حضرت از نظرها غایب باشد، ولی ما که معتقد به آیات الهی، آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هستیم، امام زمانمون را نیز همان گونه اعتقاد داریم. الذین یؤمنون بالغیب. پیشنهاد میکنم شما بیننده های مسیحی، شما بیننده های اهل تسنن و دیگر دین ها، دیگر مذاهب غیر مسلمانانی که الان پای برنامه هشتک سوژه هستید، با تحقیق در این زمینه آشنا بشید با معارف مهدوی، با امام زمانی که 1186 سال قبل به دنیا آمد و همه جهان در انتظار ظهور اوست. تماس وصل میکنید؟ وایس داریم. سرکار خانم صالحی از شیراز، ببینیم که نظرشون چی هست. با سلام خدمت دستندرکاران برنامه هشتک سوزه، اجازه میخوام که اول سلامی به آقا امام حسین علیه السلام و دیگر شهدای دشت کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی انصار الحسین و علی زینب کبرا و علی اخیه لب الفضل العباس و علی قبر شش گوشه آقا امام حسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. اما سوره هایی که در مورد آقا امام زمان به آنها اشاره شده، سوره هود آیه 8، سوره ابراهیم آیه 5، سوره ابراهیم آیه 105، سوره حج آیه 33، سوره صف آیه 8، سوره ملک آیه 30، سوره صف آیه 9، سوره توبه آیه 33، سوره نور آیه 55، سوره قصص آیه 5. از ویژگی های امام زمان در کلام معصومین از بزرگترین صفات اولیا و انبیا عبودیت و بندگی ایشان هست. امام مهدی علیه السلام که خاتم اولیا هست، در برابر خداوند فروتن بوده و در برابر عظمت خداوند خاشع است. حضرت علی علیه السلام روزی به امام حسین علیه السلام نگاه کرد و گفت این پسر من آقاست، چنانچه پیامبر او را آقا نامیده است. از نسل او امامی به نام پیامبر به وجود می آید که در خوی و سیرت مانند آن حضرت است، که هنگامی که مردم از همه جا غافل و حق از میان می رود و ظلم سراسر گیتی می گیرد ظهور می کند. از جمله ویژگی های امام صفت جود و برخورد کریمانه آقا با دیگران است. برپا کننده عدالت گسترده در همه زمینه هاست.
التماس دعا دارم، به خدا میسپارم. خدا نگهدار. تشکر میکنم از سرکار خانم صالحی. عرض کنم خدمت بیننده های محترم، کتاب هایی که راجع به حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته شده، اگر در این ایام و به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان بیشتر مطالعه کنید، بیشتر خواهید یافت که از 70 آیه الی 250 آیه راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرآن موجود هست. در کتاب مهدی موعود علامه مجلسی رحمت الله علیه به برخی از این آیات مهدوی اشاره شده و تأویل این آیات رو از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آوردند. پیشنهاد میکنم کتاب مهدی موعود علامه مجلسی را حتما مطالعه کنید، مخصوصا در این ایام کسانی که میخوان معرفتشون به امام زمانشون بیشتر بشه، با کلام خدای متعال و کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیشتر با امام زمانمون حضرت مهدی آشنا بشیم. آیات بسیاری رو مرحوم علامه مجلسی در این کتاب ذکر کردند، فرصت من اونقدر نیست که تمامی اینها رو خدمتتون عرض کنم، برخی از آیات رو فقط تیتروار عرض میکنم و عرض کردم تک تک این آیات رو مرحوم علامه مجلسی با تأویل و روایاتی که در ذیل اون آیه هست آورده اند. سوره ابراهیم آیه 5. بسیاری از این آیات رو ابتدای برنامه هم عرض کردم، ممکنه خواننده ای این آیات را بخواند و بگوید که چه ارتباطی با امام زمان میتونه داشته باشه. عرض کردم دلالت ظاهری و لفظی کافی نیست برای پی بردن به بطن قرآن، برای پی بردن به معارف اهل بیت علیهم السلام که در قرآن هست. روایات اهل بیت که زمینه این آیات شده رو باید مطالعه کرد. آیه 5 سوره مبارکه ابراهیم، آیه 105 سوره انبیاء، آیه 39 سوره حج، آیه 8 سوره مبارکه صف، آیه 30 سوره مبارکه ملک و آیه 8 سوره مبارکه هود از جمله آیاتی است که علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب مهدی موعود ذکر کردند که این آیات در وصف امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. از دیگر آیاتی که روایات اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند این آیات ارتباط با امام زمان دارد، یا راجع به توصیف امام زمان است، یا راجع به ظهور امام زمان است، یا راجع به حکومت پس از ظهور است که تنها حکومتی است پس از حکومت. خوب دقت کنید بیننده های محترم، ما منتظر چه آقایی هستیم؟ تنها حکومتی است حکومت امام زمان پس از حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین که حکومت مهر و عدل خواهد بود، عدل جهانی، یک حکومت جهان شمول خواهد بود. و روایات بسیاری در این زمینه هست که اگر در کشورهایی هستید که در قرنطینه خانگی به سر میبرید و فرصت کافی دارید برای مطالعه، مخصوصا در این ایام، پیشنهاد میکنم که اوضاع و شرایط حکومت مهدوی رو پس از ظهور بیشتر مطالعه کنید. بسیار مطالب جذابی دارد. همه این مطالب از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هست. من تا جایی که فرصت هست برخی از آیاتی که در قرآن کریم دلالت بر امام زمان دارد رو خدمتتون بیان میکنم. آیه 105 سوره انبیاء، آیه 5 سوره قصص، آیه 55 سوره نور، آیه اول تا سوم سوره سوره بقره، آیه 148 سوره بقره، 155 سوره بقره، آیه 200 سوره آل عمران، آیه 69 سوره نساء، آیه 33 سوره توبه، آیه 9 سوره صف، آیه 5 سوره ابراهیم، آیات 36 الی 38 سوره هجر، آیه 87 سوره هجر، آیه 33 سوره اسراء، آیه 81 سوره اسراء، آیه 110 سوره طه و 115 و 135 سوره طه، آیات 46 و 47 سوره مدثر، آیه 20 سوره لقمان و همینطور که خدمتون عرض کردم این برگه هایی که اتاق فکر
برنامه هشتگ سوژه برای بنده آماده کردن، تمامی این آیات فهرستوار ذکر شده و روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت ذیل این آیات هست موجود هست. من باب حالا نمونه عرض کنم خدمتتون، آیه 69 سوره مبارکه زمر و اشرقت الارض به نور ربها، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که پروردگار زمین امام زمین را بعد از ظهورش می آورد که مردم از نورش بهره خواهند برد. تک تک این آیات مهدوی ذیلش تأویل و تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام موجود هست. وایس میخواید پخش کنید؟ آقای محسن از تبریز وایس ارسال کردن که نظرشون رو با هم میشنویم. به نام خدا و با عرض سلام، همونطور که در خود سوال هست، بیش از 70 آیه قرآن در مورد امام زمان عجل الله هستش. مشهورترینشون بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. طبق احادیث قرآن را ظاهر و باطنی هست که باطن این آیه میشه بقیت الله، یعنی امام زمان بهتر است برای شما اگر باشید مؤمنان و من نیستم من بر شما نگهبان. و آیه 8 سوره هود ولئن اخرنا عنهم العذاب تا آخر آیه، معنی تحت لفظی آیه و میشه و هر آینه اگر باز پس اندازیم از ایشان عذاب را تا مدتی شمرده شده، هر آینه میگویند چه چیز باز داشت آن را، آگاه باشید روزی که بیاید ایشان را گردانیده نخواهد شد از ایشان و فرود آمد به ایشان آنچه بودند که به آن استهزا میکردند. امام صادق در مورد این آیه فرمودند این عذاب قیام امام زمان عجل الله و امت کم یاران او می باشند که برابر با سپاه اسلام در جنگ بدر هستند، یعنی 313 نفر. در مورد این 313 نفر یه تعداد قابل ملاحظه‌ای از این یاران امام در روستای طالقان ایران هستش. درباره امام زمان عجل الله هم فرمودن برای حضرت سلیمان دو عدد ابر آوردن که با یکی از آن ابرها حضرت سلیمان در هوا سیر می کرد. وقتی این دو ابر رو نزد حضرت سلیمان آوردن، یکیش صدادار یعنی دارای رعد بود و یکیش بدون رعد. اون ابر رعددار رو نگه داشت برای ناموس عصر حضرت بقیت الله عجل الله و بی صدا رو خودش برداشت. نه فقط خود امام زمان عجل الله با ابر سیر میکنه، بلکه برخی از همین 313 نفر یه تعدادش با ابر و یه تعدادش با تی و لرز خودشون رو به محضر امام میرسونن. و پرسیده شد که کدوم یکی از اینا افضل هستن، فرمودن اونایی که با ابر سیر میکنن افضل تر از اونایی که با تی و لرز میرن. از ویژگی های امام زمان عجل الله یه مورد بگم که جناب سید ابن طاووس میفرمایند دیدم امام زمان عجل الله را در سرداب مقدس این گونه دعا و زاری می کند به درگاه خدا برای شیعیان که می فرماید بار الها، شیعیان امیدشان به شفاعت ما است، اگر از اعمال آنان کم و کاستی هست از اعمال ما بر ایشان اضافه کن. شیعیان دیگه بهتر از این چی می خوان؟ السلام علیک یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی به حق علی اکبر علیه السلام، اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولی کل فرج. تشکر میکنم از آقای محسن که از تبریز وایس ارسال کردند. یکی از مشهورترین آیات قرآن که راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، آیه پنجم سوره مبارکه قصص هست که روایات فراوانی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ذیل این آیه و در تأویل این آیه آمده است. اشاره کنم به روایتی از وجود مقدس و نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. آیه پنجم سوره مبارکه قصص می فرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدای متعال می فرماید ما اراده کرده ایم که بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان خود گردانیم. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب می‌فرمایند اینان که در زمین مستضعف گشته اند آل پیامبرند، ما اهل بیتیم که در زمین مستضعف گشته ایم که خدای متعال با ظهور مهدی ما
آنان را عزیز و دشمنان را ذلیل خواهد کرد. روایات دیگری هم ذیل این آیه هست که انشاءالله مراجعه کنید و روایات مهدوی رو مطالعه کنید. مخصوصا پیشنهاد میکنم کتاب‌های خاصی هم جمع‌آوری شده، روایاتی که از وجود مقدس و نازنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام راجع به امام زمان هست. به قدری این روایات زیباست و به قدری لذت بخش هست که یقینا اگر کتابی رو در دست گرفتید و این روایات رو مطالعه کردید تا پایان خواهید خواند. امام زمان به گونه ای راجع به مهدی موعود صحبت می کند که هر کسی کلمات امام صادق رو مطالعه کند و بشنود شیفته امام زمان میشه. در یکی از عباراتی که در روایت های حضرت امام صادق علیه السلام هست میفرمایند، وقتی توضیح میدن راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد در خاتمه روایت می‌فرمایند لو ادرکته لخدمته، اگر درک کنم من امام صادق زمان ظهور مهدی آل محمد را، هر آینه در خدمت او خواهم بود. کیست مهدی؟ که حجت خدا امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر ایام او رو درک کردم تا آخر عمر خدمتش را خواهم کرد. نکنه خدای ناکرده ما دست داشته باشیم در قربت امام زمانمون، نکنه ما در قریبی امام زمانمون سهیم باشیم. باید فعالیت کنیم، باید مطالعه کنیم در این زمینه، آگاه بشیم و دیگران رو هم آگاه کنیم که پرده از غربت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله برداریم. خب وایس پخش میکنید. سرکار خانم زاره از اصفهان وایسی ارسال کردن که با هم میشنویم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی آقا امام حسین و استاد گرامی. کدام آیه های قرآن درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است؟ اگر در تفسیر سوره هود آیه 8 تفکر کنیم، قسمتی که گفته امت معدود، به گفته مولانا امیرالمومنین علیه السلام منظور از این امت معدود، منظورشون اصحاب قائم آل محمد هستند که 313 نفر هستند. و کلمه عذاب در این آیه به تفسیر امام صادق علیه السلام قیام امام زمان و امت معدود یاران ایشون می باشند که 313 نفر گفته شده. و در سوره ملک که آیه 30 خداوند فرمودن ای پیغمبر به مردم بگو اگر آبی در دسترس دارید در زمین فرو بریزه، کیست که این آبو برای شما بیاره؟ امام رضا علیه السلام فرمودن مائکم، یعنی ابوابکم، که ائمه هستن و ائمه درهای رحمت الهیان، یعنی کیست که علم امامو برای شما بیاره و درهای رحمتو برای شما باز کنه. و در سوره ابراهیم آیه 5 به تفسیر امام باقر علیه السلام فرمودن به ایام الله که داخل این آیه اومده، منظور 3 روزه که یکیش روز قیام قائم آل محمده و یکیش روز رجعته و یکیش روز قیامته. با تشکر از برنامه خوب شما، خدا نگهدار. بنده هم تشکر میکنم از سرکار خانم زارع که وایس ایشون رو شنیدید. یکی دیگر از آیات مهدوی آیه 39 سوره مبارکه حج هست. خدای متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. خدای متعال به آنان که مظلوم شده اند، مظلوم واقع شده اند، ستم دیده اند، اجازه جنگ داده است و خداوند بر یاری آنها قدرت دارد. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند این آیه
راجع به مهدی ماست که خدای متعال به او چنین اذنی داده است که برای خون بناحق ریخته شده جدش حسین علیه السلام قیام کند و خون خواهی کند. سید الشهدا علیه السلام رو به بدترین وضع ممکن بنی امیه به شهادت رسوندند، اما خدای متعال وعده فرموده منتقم او خواهد آمد و منتقم مادرش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد آمد، که در برخی روایات می‌فرمایند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پشت در لحظه حمله وحشیانه سران سقیفه و کفار مدینه صدا زدند فرزندم مهدی، پسرم مهدی، به فریادم برس. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منتقم خون سید الشهدا و منتقم خون بناحق ریخته شده مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها و محسن ابن علی ابن ابی طالب است. یکی دیگر از آیات مشهوری که در تأویل این آیه روایات اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند راجع به امام زمان هست، آیه 8 سوره مبارکه صف هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. برخی می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حالان که خدای متعال نور خود را کامل خواهد کرد، هر چند کافران را ناخوش آید. که در ذیل این آیه در تأویل حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام هست که در روایتی می‌فرمایند خدای متعال به واسطه مهدی ما نور خود را کامل خواهد کرد. تمام کسانی که از آدم ابوالبشر تا روز ظهور امام زمان به اونها ظلم شده، منتظر منتقم هستند، منتظر منجی هستند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف امام همه بشریت است، نه فقط امام شیعه، نه فقط امام مسلمان ها، نه فقط امام اهل کتاب. مهدی خواهد آمد که جمیع بشریت را از ظلم و ستم نجات دهد. لذا کسانی بوده اند و هستند در طول تاریخ که سعی می کنند اعتقادات مردم را و فطرتهای پاک را نسبت به امام زمان ضعیف کنند. یکی از وسایلی که ازش استفاده می کنند خواب ساختن، مکاشفه ساختن و ملاقات ساختن هست، برای اینکه به مردم امام زمان رو یعنی معرفی کنند به این بهانه، با خوابهای ساختگی، مکاشفه های ساختگی، و مردمی که فطرت پاک دارند و فریب این گونه افراد رو میخورند با قدری دعا خواندن، با قدری ارتباط با امام زمان داشتن، انتظار این رو دارند که آنها هم مثل آن خوابهای ساختگی که شنیدن، مثل اون مکاشفه های ساختگی که شنیدن، با امام زمان ارتباط برقرار کنند و حضرت رو ببینن، و وقتی ندیدند مایوس میشن و اعتقادات و باورهاشون ضعیف میشه. خیلی مراقب باشید، مطالعه کنید راجع به امام زمان در آیات قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، در این زمینه کتاب‌های موثق رو مطالعه بفرمایید. مهدی موعود علامه مجلسی رحمت الله علیه، کتاب مکیال المکارم و دیگر کتاب‌های مادر و منبع و موثقی که در این زمینه هست، با تمسک به آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله که روز به روز و لحظه به لحظه معرفتمون به وجود مقدس امام زمان بیشتر بشه و اون حضرت رو بیشتر بشناسیم و با اون حضرت انس بیشتری داشته باشیم. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد.